در همین حالاتی که دشمنان دور بدن حسین ابن علی علیه السلام حلقه زدن و هر کدام یک ضربه ای وارد میکنن و این جسم پاک بیدفاع روی زمین افتاده، هرچه اینجا وحشیگری است، اینجا خباثت، اینجا روح حیوانی و انتقامگیری است، در خیام حرم ابی عبدالله روح توجه به خدا، روح انسانی رقیق و عاطفه شدیدی است که موج میزنه و همه زنها و کودکان که جز زن و کودک هم که در اون قیام حرم کسی نبود، مرد فقط علی ابن حسین علیه السلام بود که ایشون هم بیمار بودن، همه اینها نسبت به حسین ابن علی و سرنوشت او اون حالت نگرانی رو دارن. از قیام حرم بیرون آمدن و میرن به اون طرفی که فکر میکنن حسین ابن علی علیه السلام در اونجا روی زمین افتاده. نقل میکنن که وقتی که این زنها از خیمه ها بیرون آمدن، زنهای عرب دیدید شما چطور ندبه میکنن یا شنیدید؟ هنوزم معموله بین زنهای عرب بر کشته های خودشون، بر عزیزان از دست داده، به شکل دردناکی گریه میکنن، به صورتشون میزنن، مو از سرشون میکنن، یه چنین حالت فوق العاده ای دارن. خب اینها عزیزی رو از دست دادن مثل حسین ابن علی. زینب پیشاپیش این جمعیت زنها دارن میان به طرف قتلگاه. وقتی که زینب رسید اونجا، جسد عزیزش رو روی زمین گرم کربلا افتاده دید، به جای هر گونه عکس العملی، به جای هر گونه شکایتی، رفت به طرف جسد عزیزش ابی عبدالله، خطاب به جدش پیغمبر، صداش بلند شد: یا رسول الله صلی علیک ملیک السما، هذا حسین که مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. یعنی ای جد عزیزم، ای پیغمبر بزرگوار، یک نگاهی به صحرای گرم کربلا بکن، این حسین توست که در میان خاک و خون میغلطه و افتاده. بعد هم نقل میکنن که زینب دستها رو زیر جسد حسین ابن علی کرد، صداش بلند شد: پروردگارا، این قربانی رو از آل محمد قبول بفرما.